سلام، صبحتون بخیر. آغاز اجلاس 27 کشور آسیایی موسوم به سیکا در آستانه. رئیس جمهور دیشب وارد قزاقستان شد. بومی‌سازی دستگاه ای یا به شبکه فیبر نوری 30% ارزان‌تر از نمونه خارجی. و نوبران‌های یاقوتی رنگ انار در بازار. پیشبینی برداشت 1,200,000 تن ارقام مختلف انار از انارستان‌های کشور. بسم الله الرحمن الرحیم و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. ما رو با خبرهای بامدادی همراهی بفرمایید. ششمین نشست سران کشورهای عضو اجلاس تعامل و اقدامات اعتماد ساز در آسیا موسوم به سیکا دقایقی پیش با حضور رئیس جمهور در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شد. آقای رئیسی دیشب با استقبال نخست وزیر قزاقستان وارد آستانه شد. همگرایی و گرایش کشورهای قاره کهن به توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف این بار در اجلاس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا موسوم به سیکا به میزبانی قزاقستان، نشستی بین‌المللی که همسو با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. همکاری در این سازمان‌ها و با این سازمان‌ها ظرفیت خوبی است که کشور ما می‌تونه با این ظرفیت و این ارتباط همگرایی رو، سیاست همسایگی رو، چند جانبه گرایی رو تقویت کنه. اجلاسی که 27 عضو فعال دارد و حالا پس از 30 سال از آغاز فعالیت خود زمینه ساز همکاری های اقتصادی است. ما با همکاری در این مجموعه ها، مجموعه سازمان های منطقی و فرامنطقی، من جمله نشست سیکا، حتما میتونیم با زیرساخت‌های اقتصادی آسیا ارتباط خوبی رو برقرار کنیم. اما قرار است اجلاس سیکا در نشست ششم سران برای توسعه همکاری‌ها یک گام به جلو بردارد. گامی که در این اجلاس، یعنی نشست ششم، میخواد برداشته بشه، ارتقاء این اجلاس به یک سازمان منطقه‌ای یا به تعبیر دیگه بین‌المللی است. طبیعتاً این کار مورد موافقت ماست، لکن با شرط همکاری همه کشورها و اجماع سازی در این رابطه، یعنی با اجماع همه کشورها میتونه این کار مناسبی باشه. به این ترتیب اجلاس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا زمینه ساز تحقق راهبرد سیاست خارجی دولت 13 در توسعه چند جانبه گرایی، گسترش روابط با همسایگان، نگاه به شرق و پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی است. محمد رضا فخاری، خبرگزاری صدا و سیما. حجم صادرات گاز به عراق در 6 ماه ابتدایی امسال در مقایسه با پارسال 20% افزایش یافته. مدیر مرکز کنترل و پایش شرکت ملی گاز ایران میگوید بر اساس تفاهم پارسال دو کشور، ایران به صورت متوسط روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر کرده. تا الان هم حالا جلساتی و هفته گذشته با هیئت عراقی داشتیم. خوشبختانه وضعیت مناسب هست، برای زمستان هم در واقع توافقاتی صورت گرفته که در واقع ما بتونیم گاز در واقع بخش نیروگاهی عراق رو هم از این طریق تامین کنیم. چه احجامی در واقع آمار و اعداد از چه حکایت؟ احجام در واقع، چون حالا عراق بیشتر گاز رو برای بحث نیروگاهی مصرف میکنه، طبیعتاً با سرد شدن هوا مصرف گاز هم در عراق کاهش پیدا میکنه. با توجه به نیازی که دوستان در واقع دارن، به صورت شناور هست، حالا عددها فیکس نشده، ولی به صورت شناور ما میتونیم که در واقع گاز رو در اون حدی که دوستان مورد نیازشون هست برای نیروگاه ها در فصل زمستان رو تامین کنیم. بانوان ایرانی در اجتماعی سراسری با عنوان امت رسول الله در سراسر کشور گرد هم آمدند. دفاع از حجاب و ولایت همزمان با جشن هفته وحدت از محورهای این تجمع مردمی بود. بانوان ایرانی در این تجمع اختشاشات اخیر و اهانت به مقدسات را محکوم کردند.
سلام جمعی دانش آموزان اردبیلی تا سرودی که بانوان کرمانشاهی برای ایران خواندند، همه در اجتماعی به نام امت رسول الله شکل گرفت. تا در دنیا هستیم نمیذاریم دین رسول الله از بین بره. صفوف این اجتماعات را در شهر کرد و کرمانشاه و اردبیل و خرم‌آباد و زاهدان و بندرعباس تا سنندج زنان و دختران ایرانی پر کرده بودند. من یه زن کردم، یه زن ایرانیم، همه جا میرم، خوفی ندارم، چون ایرانم برام مهمه، برام عزیزه. ما زنان انقلابی با عشق خون خودمون، همسرانمون و فرزندانمون رو تقدیم این نظام و انقلاب میکنیم. بگیم که عفت و حجاب هنوز سر جاشه، میتونیم جامعه اسلامی رو پیروز کنیم. اومدم بگم زن عفت افتخار، هیچ غلطی نمیتونم بکنم، عشق ما سید علیه. تمام خانمای ایرانی کاملا قدرتمند و متحد هستیم و به هیچ کس اجازه نمیگیم تو کشور ما دخالت کنیم. این پرچم با رمز 11 ها رفته بالا و با این هشتگ‌ها نمیاد پایین. همه مایی که اینجا حضور داریم نمیخوایم که دشمنان ما حتی یه ذره از حیا عفت ما سوء استفاده بکنن و نمیذاریم که اینو از بین ببرن. هدای زیادی بابت این چادر دادیم. ارزش زنان و جایگاه زنان خیلی جایگاه والاییه و خب ما میخوایم این ارزش رو به کل دنیا نشون بدیم. ما قاطعانه ارزش هامون رو حمایت میکنیم. جشن وحدت مردم فرصتی برای گفتن از باورهای دینی و ملیشون شده. ما رهروی راه اسلام هستیم و وطن خودمون رو دوست داریم. دهه 80 ها هم برای حضورشون در این اجتماع حرف داشتن. تا آخر پای این مملکت و پا رهبرمون وای میسیم. برای دختران وطنم، برای دفاع از ایران، برای حجابمون اومدیم. عاشق وطنمونیم، عاشق رهبرمونیم. من این چادر رو خیلی دوست دارم و برای همیشه حجاب رعایت میکنم. حتی اگه لازم باشه جونم هم فدای دینم میکنم. زینب چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما. در آستانه ولادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیه و امام جعفر صادق علیه السلام، مسجع منور علی ابن موسی رضا علیه السلام قباروبی شد. در این مراسم که با حضور رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب، تولیت آستان قدس رضوی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و خدام حرم مطهر امام رضا برگزار شد، روضه منوره با گلاب ناب ایرانی شستشو شد. تلاوت آیات روح بخش کلام الله مجید و مداحی مداحان اهل بیت زینت بخش این مراسم معنوی بود. خب، سخنرانی رئیس جمهور در ششمین نشست سران کشورهای عضو اجلاس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا شروع شده که به صورت زنده تقدیم حضورتون خواهد شد. گرد تأسیس کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا سیکا را تبریک میگویم. امیدوارم با تبدیل سیکا به یک سازمان منطقه‌ای روند بالندگی این ساختار ارزشمند، همکاری برای کسب جایگاه مؤثر در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تداوم یابد. همکاران ارجمند، فرایند تحول و گذار در نظام بین الملل به مرحله خاصی رسیده است. در باز توزیع جدید قدرت، رویکردهای سلطه طلب مطرودند و صدا و نقش کشورهای مستقل بیشتر شنیده و مشاهده می شود. این تحول و گذار نیاز به راهبری و جهت‌دهی دارد تا به عاقبت نظام‌های بین‌المللی سابق گرفتار نشود. سرمایه تمدنی و معنوی که شکل دهنده ارزش‌های مشترک قاره کهن آسیاست، تضمین کننده نظم و جهانی است که ظلم و بی‌عدالتی و یکجانبه‌گرایی را نفی کرده و با آن به مقابله می‌پردازد. عنصر کلیدی در تضمین موفقیت این فرایند همکاری و هماهنگی کشورهای مستقل است. جمهوری اسلامی ایران با داشتن سابقه تمدنی و غنای فرهنگی، سیاست خارجی خود را بر اساس مفاهیم متعالی الهی، انسانی، عدالت، معنویت، عقلانیت، اخلاق، آزادی و استقلال که جملگی تضمین کننده رفاه و عزت ملت هاست بنا نهاده است و نمودهای آن را می توان در مبارزه موفق با تروریسم
افراط‌گرایی، یاری مستمر آوارگان و مهاجرین افغانستان، دفاع از ملت‌های مظلوم از فلسطین تا یمن، حمایت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها از جمله در عراق و سوریه، مقابله با یک جانبه گرایی و سلطه‌گری در همه اشکال آن و یاری همسایگان در روزهای سخت مشاهده کرد. این مسیر اقتدار همواره در کنار شاهراه اصلی یعنی پیشرفت همه جانبه ایران در جریان بوده است. جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به این مسیر می‌داند و برای تحقق یک نظم عادلانه و مبتنی بر همکاری و احترام متقابل بر سیاست همسایگی، چند جانبه گرایی و همگرایی پایدار تأکید می‌کند و در این راستا به ویژه با توجه به ظرفیت‌های خود به لحاظ ژئوپلیتیک، انرژی، حمل و نقل و نیروی انسانی با استعداد آماده نقش‌آفرینی فعال و سازنده در شکل‌دهی و تقویت سازمان‌های منطقه‌ای و همچنین مخالفت با سیاست‌های انحصار قدرت و یک جانبه گرایی می باشد. دوستان و همکاران محترم، امنیت و همکاری لازم و ملزوم یکدیگرند که به صورت همافزا رفاه ملی و توسعه منطقه‌ای را به ارمغان می آورند. جمهوری اسلامی ایران به تأمین منافع مشترک کشورهای مستقل از طریق همکاری باور دارد و این راهبرد را فارغ از تحولات بین‌المللی ادامه خواهد داد. این رویکرد موجب افزایش همکاری دولت‌ها، رفاه ملت‌ها و اعتمادسازی منطقه‌ای خواهد شد. در مقابل، یک جانبه‌گرایی با تلاش در جهت بی‌ثبات کردن کشورها به دنبال آن است که مانع پیشرفت آنها و ناکام گذاشتن فرایندهای همگرایی ملت‌های مستقل شود. این مهم بیانگر آن است که همگرایی و امنیت در آسیا و منافع کشورهای سلطه طلب سازگار نیست و هر گونه تلاش برای بی‌ثبات کردن ملت‌های مستقل اهداف و پیامدهایی فراتر از جغرافیای ملی را دنبال کرده و در واقع ثبات و رفاه کشورهای منطقه را هدف قرار می‌دهد. آقای رئیس، همکاران گرامی، تجربه تاریخی ملت ایران بخصوص در 4 دهه گذشته ادراک ارزشمندی از جهت الزامات دستیابی همزمان به امنیت و پیشرفت را در اختیار ما قرار داده که اینک آن را با شما در میان می‌گذارم. ملت ایران که مسیر استقلال و پیشرفت را برگزیده با مخالفت زورمداران مواجه شده است. نمونه واضح این مخالفت کودتا و تحریم حتی در دوران قبل از انقلاب اسلامی خود بوده است. با پیروزی انقلاب اسلامی نیز اراده قلدرهای بین‌المللی به سرکردگی امریکا این بوده که در مقابل اراده ملت ایران بیستند و حقوق و منافع آن را به چالش بکشند. در تمام این دوران ملت ایران همواره با تهدیدهای مختلف همچون جنگ، تحریم، ترور، تلاش برای کودتا، تسلیح صدام به سلاح‌های شیمیایی توسط اروپا و امریکا برای قتل عام هموطنان و نهایتاً پیمان شکنی و نقض عهد روبرو بوده است. ما به این باور رسیده ایم که راه استقلال و رفاه ملت ایران از طریق قدرت همه جانبه میسر است و این جز با اتکای به خداوند متعال و اتکای به مردم و همکاری با دوستان میسر نیست. ملت ایران هم گزینه نظامی امریکا را نامعتبر کرده است و هم آنطور که خودشان اعتراف کرده اند سیاست تحریم و فشار حداکثری را شکستی خفتبار داده است. اینک در پی ناکامی امریکا در نظامیگری و تحریم، واشنگتن و متحدینش به سیاست ناکام بی‌ثبات‌سازی متوسل شده اند. آنچه موجب موفقیت ملت ایران شده و سلطه‌گران را به وحشت انداخته، توجه ملت ایران به پیشرفت بر اساس قدرت درونی خود است. لذا در فرایند تأمین همزمان امنیت و پیشرفت باید اولویت را به قدرت درونزا و سازوکارهای تقویت آن اختصاص داد. حضار محترم، با
توجه به قرار گرفتن آسیا در کانون تغییرات جهانی در حال ظهور، حفظ و تقویت صلح در این پهنه گسترده نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است. سیکا و روح حاکم بر آن یعنی اعتماد متقابل، منافع مشترک، برابری، رایزنی مشترک، احترام به تنوع فرهنگی، تأکید بر ضرورت تحقق امنیت و توسعه مشترک برای همگان، سازوکار مؤثری است که در راستای تحقق و تقویت صلح و امنیت و ارتقای توسعه پایدار برای ملت‌های آسیایی نقشی بی‌بدیل داشته و یادگاری ارزشمند برای نسل‌های آتی خواهد بود. در این میان باید توجه داشت که طبیعتاً کشورهایی که خود تروریسم پرورند نباید قواعد و مقررات مبارزه با تروریسم را تعریف کنند. قلدرهایی که نظام مالی جهان را به گروگان گرفته و به راهزنی ثروت ملت‌ها مشغولند نمی‌توانند شریک مطمئنی در شکل دهی به نظم نوظهور باشند. آسیای جدید در جهان نوظهور نیازمند همکاری برای طراحی الگویی درونزا برای مقابله کشورهای مستقل با چالش‌های امنیتی، اقتصادی، رسانه‌ای و سایبر است. این مسئله به خصوص در ایجاد نظام مالی مشترک و استفاده از ارزهای منطقه‌ای، طراحی هنجارها و قواعد مبارزه با تروریسم و همچنین تقویت همکاری‌های رسانه‌ای اهمیت دارد. رؤسای محترم دولت‌ها، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی دهه‌ها از طریق تجاوز، اشغالگری، آپارتاید، تجاوز و کشتار کودکان و غیرنظامیان در فلسطین، سوریه، عراق، یمن، افغانستان باعث ناامنی، خشونت، تروریسم و جنگ و اضطراب در منطقه شدند. اینک راهی جز پایان اشغالگری و کرنش در برابر رأی و حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود وجود ندارد. در افغانستان گذر از چرخه معیوب ناامنی و بی‌ثباتی نیازمند عزمی جدی و برداشتن گام‌های عملی از طریق گفتگوهای سیاسی است که هدف آن تشکیل دولتی فراگیر با مشارکت همه گروه‌های قومی و مذهبی این کشور و اجرای تعهدات بین‌المللی به ویژه تعهدات دو جانبه با همسایگان باشد. از سوی دیگر شکست قاطع تروریست‌های تکفیری و پایان حکومت آنها در سوریه منجر به کوچ دادن هدفمند آنها به سمت شرق شده است که امنیت مناطق مختلف از جمله آسیای مرکزی را با خطر روبرو می‌سازد. همان گونه که گسترش تروریسم در هر منطقه‌ای ضد امنیت آنجاست، گسترش ناتو نیز تحت هر پوششی تهدید کننده ثبات و امنیت مناطق می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران تروریسم را در هر شکلی از جمله تروریسم اقتصادی که به دنبال متوقف کردن رشد و توسعه اقتصادی کشورهای مستقل است محکوم و با آن مقابله می‌کند. تروریسم اقتصادی یک تهدید همگانی است که نیازمند همکاری مستمر و پاسخ دست جمعی است. خانوم ها و آقایان، آقای رئیس، امروز جهان بیش از هر زمان دیگری نیازمند نقش‌آفرینی مؤثرتر سازوکارهای منطقه‌ای برای ایجاد فرصت‌های بیشتر جهت تعامل عینی کنشگران بین‌المللی و حل و فصل مسالمت‌آمیز مسائل منطقه‌ای و جهانی است. ما بر این باوریم که دولت‌های عضو سیکا با اعتماد به پیشینه تمدنی ریشه‌دار خود می‌توانند روش‌های موجود برای گسترش صلح و امنیت را بر مبنای دیپلماسی و تعامل همه جانبه مبتنی بر عدالت و معنویت استوار نمایند. قطعاً جمهوری اسلامی ایران در پیگیری مستمر و تقویت چند جانبه گرایی مبتنی بر عدالت همواره شریکی ثابت قدم خواهد بود. مایلم بار دیگر از رئیس جمهور محترم کشور قزاقستان به خاطر میزبانی خوب و شایسته تشکر و قدردانی نمایم و برای دولت و مردم این کشور آرزوی سعادت و بهروزی داشته باشم. از توجه همه شما سپاسگزارم. Я благодарю вас, президент России, за ваше выступление. Следующее слово хотел бы предоставить президенту. سخنرانی زنده رئیس جمهور در ششمین نشست سران کشورهای عضو اجلاس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا رو با هم دیدیم. خیلی ممنون که همچنان همراه ما هستید. بومی‌سازی دستگاه ابیاب شبکه فیبر نوری
به همت محققان یک شرکت دانشبنیان. این شرکت دانشبنیان توانسته با تکیه بر توان دانشجویان ایرانی دستگاه ابیابی بسازد که قیمت تمام شده تولید آن در مقایسه با نمونه مشابه وارداتی 30% ارزان تر است. در دنیای ارتباطات و فناوری تبادل داده ها پایداری شبکه از اهمیت خاصی برخوردار است و تشخیص نواقص و خرابی های فیبر نوری که شبکه را شکل می دهد نیاز به فناوری منحصر به فردی دارد که همکنون در ایران نیز قابل دسترس شده. تونستیم دستگاه با سابسنج نوری یا دستگاه OTDR که یکی از دستگاه های پر اهمیت هستش در حوزه مخابرات نوری برای ایجاد زیرساخت‌ها یا شبکه‌های مبتنی بر فیبر نوری مورد استفاده قرار می‌گیره و طراحی و تولید کنیم و بتونیم این محصول رو دانش‌بنیان کنیم. دستگاه ما به صورت وایرلس به یک سیستم UI وصل میشه و از اینجا میتونیم اطلاعات مختلف مسیر فیبر نوری از جمله تلفاتی که در شبکه هستش و میزان طولی که حالا امکان داره در اونجا قطعی اتفاق بیفته و یا یک خطایی در سیستم باشه ما میتونیم به راحتی توسط این UI که طراحی کردیم تشخیص بدیم. مسئول تولیدی این شرکت حداقل 30% هزینه های خرید خارجی دستگاه را کاهش میدهد. با توجه به نیازهای آینده رو که شناسایی کردیم و الان که همین الان که روی سخت افزاری که الان ما خودمون داریم محصولی که ارائه دادیم روی اون کار میکنیم، میخوایم که اینو هم تجهیزات هم قسمت سخت افزاریش رو هم قسمت نرم افزاریش رو ارتقا بدیم. انتظار خبرگزاری صدا و سیما دانشگاه تبریز. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر برای ارائه خدمات به این بخش مولد کشور طرح‌های جدیدی را رونمایی کرد. طرح بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان و ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی از جمله این برنامه است. از جامعه 9,500,000 نفری روستایی و عشایری کشورمان در حال حاضر 2,500,000 نفر عضو صندوق بیمه اجتماعی هستند. خود کشاورزان، روستاییان کل کشور و عشایر کل کشور به اضافه شهرهای زیر 20,000 نفر جامعه هدف این صندوق هستند. اینها را ما بیمه اجتماعی میکنیم که در سال خوردگی به دردشون بخوره، یعنی بازنشستگی داشته باشن، اگر خدا نکرده از کار افتاده شدن بتوانن مستمری کار افتادگی بگیرن. به همت دست‌اندرکاران این صندوق از امسال روستاییان و عشایر زیر پوشش بیمه تکمیلی قرار میگیرند. کسانی که بازنشسته این صندوق هستن بیمه تکمیلی هم داشته باشن. خب مطالبات اونها بود، مدت ها کار کارشناسی کردیم که این فرایند بیمه تکمیلی را دقیق انجام بدیم که فردا بتوانم به نحو شایسته از خدمات بیمه تکمیلی استفاده کنم. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم برای جامعه روستایی و عشایری عضو صندوق خبر خوبی داشت. برنامه‌ای که آقای رئیس جمهور هفته قبل داشتن در بازدید از وزارتخونه 10,000 نفر به عنوان سهمیه بیمه یک طرفه از طرف دولت برای فعالان صنایع دستی در نظر گرفتن که اینم رونق خیلی خوبی در حوزه صنایع دستی است. مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی روستایان و عشایر می توانند از این پس طی طرحی که به تازگی رونمایی شد از تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق بهره مند شوند. اقدامات خوبی رو دوستان انجام میدن، خدمات متنوعی رو ارائه میدن که روستایان ما، عشایر ما با طیب خاطر بتونن فعالیت خودشون داشته باشند. اگر سنشون بالا رفت بازنشسته شدند بتونن از مزایای این صندوق بهره مند بشن و البته کمک‌های جانبی دیگه هم انجام میدن. اصل بر این که انشاءالله اون اسناد بالادستی مورد توجه قرار بگیره. دست‌اندرکاران صندوق بیمه اجتماعی روستایان و عشایر در تلاشند طی یک سال آینده 1,000,000 نفر از روستایان و عشایر کشور را در قالب طرح کرامت زیر پوشش بیمه اجتماعی قرار دهند. بهناز قدسی، خبرگزاری صدا و سیما. نوبرانه های یاقوتی رنگ انار در بازار به گفته آقای داوودی رئیس اداره گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی سالانه 1,200,000 تن ارقام مختلف انار از انارستان های کشور برداشت می شود.
تلاش های چند ماهه باغداران میوه مهر را به بار نشاند و به بازار رنگارنگ پاییز. در مجموع 9000 متر حدود 300 خرده درخت هم داریم. امسال احتمالاً با 12-13 تن بار داشته باشیم. انار محصولی که یک دور همی فامیلی و یک جمع با صفا رو میطلبه تا به بازار مصرف برسه. از خانواده هستن، خواهرزادام هستن، خواهرمینا هستن واسه چیدن محصول. خدا شکر 15 نفر هستیم که در مشغول با کار باغ و انار هستیم. با خانواده، پسر، دختر، عروس میام اینجا کار میکنیم. و در مزایای این میوه باید از اشتغال زایی اون برای زنان خانوار یاد کرد. اصل انار من تو کارگاه به اشتغال زایی ما خیلی هم راضیم. ترشی درست میکنیم، تخمشو مثل خورش استفاده میکنیم. این دون کردن انار رو برام هم برای مصرف خانگی استفاده میکنیم هم واسه بازار. روزانه 90 تا 100 کیلو رب آماده میکنیم. از هر 8 کیلو انار 1 کیلو رب درست میشه. و جالب این که انار به خانواده ادویه ها هم پیوسته. ادویه آچار یه ادویه سنتی مال سیستان و بلوچستان که در فصول سرد سال بیشتر مورد استفاده قرار میگیره. سالانه 1,200,000 تن انار از 91,000 هکتار از انارستان های کشور برداشت میشه که میزان صادرات اون در سال 1400 حدود 18,000 تن بوده. سعید رحیمی، خبرگزاری صدا و سیما. به نام خدا، سلام، صحبتون بخیر باشه. هفته نهم لیگ برتر فوتبال امروز با برگزاری 4 دیدار آغاز میشه. در نخستین روز از بازی‌های هفته نهم تیم صدرنشین گلگهر سیرجان از ساعت 17 میزبان نساجی مازندرانه. همزمان با این دیدار پرسپولیس رد دومی در ورزشگاه آزادی به استقبال مس رفسنجان میره. صنعت نفت در آبادان با سپاهان مسابقه میده و فولاد خوزستان در اهواز پذیرای پیکان تهرانه. 4 بازی باقی مونده این هفته هم فردا برگزار میشه که در مهمترین دیدار تیم‌های ذوب‌آهن و استقلال در اصفهان به مسافه هم خواهند رفت. اما هفته نخست دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی مدعیان و درخشش